سلام خدمت مشتری گلم. از اونجایی که آرشگاه دورکاری شده و ما هم تو قرنطینه هستیم، من اومدم که یه نکته رو خدمت شما بگم. به خاطر اینکه 4 روز ما نباشیم یه چیزایی به شما یادآوری نکنیم، باز این زنها میشن نمیشه جمعشون کرد. لذا خواستم بهتون بگم که شما که اینقدر به مردت میگی که برو دستتو بشور، برو خودتو الکل بزن، ناقلی فلانی گوششو زیر پا میذاری، اون دست که تو هی میگی بشور، قبل از که تو کرونا رو بشناسی، تو مترو و اتوبوس و چه میدونم صف نماش با کتاب یه رفتارهای پرخطری کرده که کرونا بشینه روش، اسم میگیره میره، با شستن اینا حل نمیشه. شما به جای این کارا برو لباس آنتی باکتریال واسه مردت بپوش، بگو میخوام آنتی ویروست بشم، یه ذره آب جوال به خودت بزن بذار بوی پاکیزگی بگیری براش، پایه های زندگی تو محکم تر. همین که اطلاعات علمیت میره بالا، همین که چی؟ سیستم ایمنی بدن تقویت میشه. من خودم تو کتاب خوندم و مثلا من چرا مردم اینجوری میکنن؟ چون به صلاح مردم هم هست این کرونا. من خودم نام زدم، به هم میگه که من از موقع که تو خونه هستی خیلی خیالم راحته، میگم ناموسم تو قرنطینه است، قرار نیست بیاد بیرون. بعدش هم اینکه مطمئنم دیگه دست به هر جایی نمیزنه، با هر کسی هم اندازه یه گوسفند فاصله داره، با هر کسی هم دست نمیده، نصف صورتش هم که ماسک، اصلا کسی نگاش نمی کنه. خب اینطوری رابطه محکمتر میشه دیگه. من گفتم راست میگه، ولی بهش گفتم عشقم، میگم تا وسط های ایف دیگه تموم میشه این موجش. گفت بیخود، ما اصلا به موج و رسانه کاری نداریم که چی میشه و فلان و اینا، ما دوست داریم رابطمون همیشه کرونایی بمونه چون اینطوری خیلی بهتره. من گفتم باشه. بعد دیگه خودش رفت بیرون، گفتم تو چرا میری بیرون و اینا، گفت که من میرم بیرون تو قرنطینه بمون، اگه مال تو باشم برمیگردم. الان 6 روزه برنگشته، ولی به نظرم خب حرفش منطقی بود، حدش هم به نظرم اصلا حرف بیرانه میزنه. اصلا تو همین تلویزیونش هم همش سیرنویس میزنه که امترین جا خون است، ولی بماند اون وقت که امترین جا آغوش یار بود، هیچکی زیرنویس نمیزد واسه ما به هموطنان یادآوری بکنه که سر جای امن خودتون بمونید. حالا که خونه شد دیگه همش بهمون میگن، ولی بدم نیست. اتفاقا من اصلا هم از کرونا نمیترسم، به نظرم خیلی هم کلاس داره. حالا تلفظ خود نباشه، ما دومادمون تو سیستمه، نگهبان وزارتخونه همیشه غذاشو از رستوران اینا میگیره، بعد دیگه نفوذ داره دیگه، میدونه قشنگ چه خبره، خرش میره خدا رو شد. بعد یه روز دیدیم که تو گروه فامیلی فیلم گذاشت که خانواده عزیزم من هم کرونایی شدم و به امید خدا خوب میشم و اینا، بعد دیدم رفتن تو قیافه خواهرم یه روخی گرفته، گفتم اون چه خبره؟ حالا شاید کلاستروفوبیا نداره که قیافه میگیری، کرونا. من خودم اراده کنم نامزدم تو صورتم توف کرده کرونا گرفتم الان. بعد گفت که نه فرق داره، این بالا همه دارن، بعد خوشحال شیرینی پخش میکنن، چه میدونم با کیتشون میرن آتلیه عکس میگیرن، اصلا مثل اونجا نیست که دو روزم خوب میشه. بعد سنسرم نام زدم، گفتم که پاشو برو یه ذره جنه از خواهد نشون بده کرونا یه چیزی بگیر سرمون تو فامیل بلند بشه. رفتیم بیمارستان و یه ذره خوشو به مال این ورور بلکه کرونا بگیره، جمعیت زیاد بود، زیر فشار مردم لهش و رفت تو کمو. بعد خب خدا رو شکر دست که شماست که سالم مونده، من باز راضیم، باز ایسته به درد بخور خودش گذاشته بمونه. همچین هم بد نیست بعد ناشکری بکنیم. من خودم اتفاقا از موقع که دستامو اینقدر الکل میزنم کاملا یه رفتاری دستامو انجام میدن که مشخص دست خودشون نیست. ولی حواستون باشه، غرور مرد خیلی ارزش داره، تو رو خدا اینقدر راحت نگید برو خودتو بشور، غرور این مرد بشکنه، قشنگ بگید، ظریف بگید. به قول صادق هدایت یه جمله‌ای داره، هم که شعرهای کامران هومن رو میگه، من خیلی طرفدارشم، یه جمله‌ای داره من همیشه تو ذهنمه، میگه که من میگم دستاتو بشور، تو بخون دوستت دارم، من میگم بغل نکن، تو بخون یه عمر بمون. اصلا الان بغض منو که احساسش